امروز میگم آقای جلایی پور عزیز که تئوریسین جبهه مشارکتی و امروز تئوریسین حزب اتحاد ملتی و امروز برای اصلاحات نسخه میپیچید. عزیز دلت دوستت میگه در کردستان، شما فرماندار دو شهر در کردستان بودید، معاون استانداری کردستان هم بودید، زمان استانداری داره تعریف میکنه، من با آقای جلایی پور تو استانداری بودم، گفت بریم یه سر به کمینه ها بزنیم، مو بر تن آدم سیخ میشه این حرفا رو میشنوه، بیا بگو غلط کردم بعد بیا وارد اصلاحات. میگه گفتم که بریم به کمینه ها سر بزنیم، ساعت 5 به بعد تردد در جاده ها ممنوع بود. رفتیم یک تراکتور، میدونی تراکتور پشتش هم یه چیزی میبندن، وینچی بندن، رامل، علوفه جا به جا میکنن، یه تراکتور با اون وینچی که پشتش بسته، یعنی خود تراکتور راه نمیره، اونم به بنده دیگه قدرت و مانوری نداره، نمیتونه اتباسه دره تو جاده داره میاد، 3 زن عقب این بار نشستن توی کردستان. آقای جلایی پور اگر امروز پژاک داریم، اگر امروز آقای ما عبدالمالک ریگی داریم، تو درست کردی. گلوله تو عبدالمالک ریگی و امروز به جان ما انداخته و پژاک رو به جان جوانان ما انداخته، تو مسئولی. میگه رفتم اونجا، این داشت عبور میکرد، گفت بزنید. گفتم آقا زن و بچه هست، چی بزنید؟ گفت نباید بیادم بیرون، بزنید. گفتم بهش عزیزم شاید زاو داره، شاید مریض داره، تو حکومت نظامی شاه هم اگر کسی زاو داشت شب میامد خود پلیس میبرد تا بیمارستان، چی میگی بزنی؟ آقای جلایی پوری که الان قشنگ حرف میزنی، اول بگو در کردستان من غلط کردم که زن و بچه مردم رو دستور تیر دادم، بعد بیا اینجا بشین اصلاح طلب بشو.